سلام گلابیا، گلابیای رنگیا، نخوریم به هم، نخوریم به این ماشینا، جیغشون در میاد. قبلا توی یه خیابونای تنگ که فقط دوتا لاینه اصلا کسی حق نداشت پارک بکنه، ولی دیگه الان مردم باحال شدن دیگه، یه ذره راه هم ما بذارم از این وسط رد. من اصلا عجله‌ای ندارم، جایی دارم میرم. غروب، فقط قبل از اینکه بخواد هوا کاملا تاریک بشه باید یه ولاگی انجام بدم. قلبم درد میکنه، قرص خوردم، فشار خونم یه خورده بالاست. برو کنار، برو کنار. این که ورود ممنوعه که، چرا چراغش بلینک میزنه؟ اینجا کجاست؟ اینجا محله جالبه، بعضی از خیابونای تهران محله به محله تبدیل شده مثلا به یه جور چی میگم بازارچه، مارکت. مثلا یه طرف یه محله هستش که فقط لوازم ماشین میفروشن، نه مثلا لوازم اسپورت ماشین. یه نفر اومده اونجا مثلا 20 سال شروع کرده لوازم فروختن، بعد کارش گرفته، همه هم دیگه بغل همون شروع کردن مغازه زدن به طمع این که چی میگن یه خوردنونش هم به اونا برسه. آره، محله به محله داره همینجوری تغییر مغییر میکنه دیگه. یه محله تبدیل میشه به چیز فرهنگی، یه محله تبدیل میشه به چی میگن تعویض روغنی. اینجا چرا قرمز شد؟ چرا سبز شد؟ بریم بابا، این خودی وای نستیم پشت چرا قرمز. هوا خنک شده ولی هنوز که میبینی من پیرم پوشیدم، دستکشم دستم نکردم، اشتباه کردم. این خربی شروع نگاه، یابو علفی نزدیک بود به ما بزنه، الان ممکنه جلو ما بپیچه شروع بکنه به قارو گال کردن. ببین نه تنها سوبله پارک میکنن، دوبله پارک میکنن، بلکه همینجوری از پارک بیان بیرون، اصلا کورن. این آینه ها برای چیزه، برای رقاصیه، برای قشنگیه. اگه به این آینه هاشون بزنی جیغشون میره هوا، میگن یالا خسارت بده، خسارت بده. این یکی رو سر خیابون وایساده از خودش داره عکس اینستاگرام میگیره. آره دیگه، قربت چی میگن تایید شدن از طرف غریبه هاست. ما دوست داریم از طرف غریبه ها تایید بشیم. حتما لایک کنی، حتما لایک کنی، حتما دیسلایک کنی، حتما ساب کنی. ای بابا، هر کی خواست دیسلایک بکنه دیسلایک بکنه، دیگه زورم به کسی نمیرسه. حداقل تظاهر نمیکنم، حداقل خودمو تغییر نمیدم به خاطر قاطبه جمعیت که هر روز دارن احمق‌تر میشن. یه هفته است از خونه با موتور بیرون نیومدم، اصلا تعادل موتور از دستم رفته. چطوری تعادل میگرفتم؟ دارم قیژقیژ میخورم روی این موتور. به خاطر سرما نیست. این کامیونه رو نگاه چطوری ویراژ گرفت، باحال بودا. اینجا کجاست؟ چه قبلا یه دونه چیز بود، رودخونه فاضلاب بود، رودخونه های فاضلاب روشو پوشوندن. فکر کنم به خاطر این بوده که نه به خاطر مثلا چی میگن سیلاب و اینا، شاید هم به خاطر سیلاب بوده، کسی چه میدونه. ولی فکر کنم به خاطر خودکشی هم بوده، بعضیا میپریدن توش خودکشی کنن. بره دیگه، ببین تمام پشتشو زدن داغون کردن، معلومه چطوری رانندگی میکرده. همین کامیون فکر کنی چند میلیارد الان میارزه، چه میدونم. ما بریم اون برای خیابون، بذار با دست و بال و دوم و سومم تکون بدم برم اون برای خیابون. به 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 به، اینجا هم که متاسفانه میخورد به اون طرفش، میخوره به بزرگراه، به خاطر همین کلن دیگه میشه یک طرفه. ما اینجا رو خلاف میاییم، میخواهیم ایرانی باشیم، یک ایرانی جسور. سیبیل سیبیل و کالباس فرمیدنی تو تگزاس. جلو همه رو شرکت واحد و مترو گرفته، قبلا خیابون بود، میشد دور گرفت، میشد چی میگن یه کاری کرد. تو ایران مجبورت بکنن که بیافتی تو بزرگراه، طبق قانونم حال نمیدونم بدونی یا ندونی، تردد موتورسیکلت در بزرگراه ممنوعه. جالب نیست؟ آره، حالا بزرگراهی داخل شهر، اونایی که دیگه جاده‌های خارج شهرن که دیگه اصلا هیچی.
از جا بریم. دارم میرم یه جایی خوب. به به غروب خورشیدم نگاه کن، لذت ببر. این ولاگ اصلا هیچ سر و تهی نداشت، چون الکی از خونه اومدیم بیرون فقط بچریم ببینیم دنیا چه خبره، دست کیه. آخر هفته است، از بس تمرگیدیم پشت کامپیوتر دیگه مغزم چیز نمیکشه. افسردگی همچین زده به کلم، باید بیام بیرون کلم میخورده هوا بخوره. اوه اوه خدا رو شکر که ذره جا گذاشتم موتور از جرد شد. قبلا ماشینم هم رد میشدم ولی دیگه الان فقط موتور میتونه رد شد. بذار ببینیم کدوم قبرستونی میتونیم پارک کنیم. بریم مدرسه سیبیل هرچی آب رزه سیبیل هزار تا دمپایی های بالا. برمیگردیم حالا ادامه ولاگ انجام میدیم. فعلا